مطالبی غیر قابل انکار و متفق علیه بین شیعه راجع به ائمه شون که چطوری اونها رو خدا کردن به منطق ما مسلمانان، چطوری صفات خدایی بهشون دادن که اینها در میان شیعیان متفق علیه، مطالب مهمی ذکر شد. و بعدا مقایسه کردیم اینکه اینها تنها شیعیان نبودن و نیستن که این صفات رو به ائمه دادن، بلکه تشیع متسطر در تصوف که رهبران اولیش اکثرا شیعه یا زندیق بودند، همه اینها رو نشون دادیم با سند و مدرک و کتاب و صفحه. اما اینکه چطوری اونهایی که اولیا هستند یا ادعای ولی بودن میکنند یا صوفیان بهشون ولی میگن، فرشته برشون نازل میشه و وقتی که غزالی برشون اندک ایرادی گرفت، نه ایراد اساسی، نه اون ایرادی که ابن تیمیه میگیره، نه اون ایرادی که ابن قیم میگیره، نه اون ایرادی که قهرمانان توحید در تاریخ اسلام گرفتند و میگیرند، اندک ایرادی گرفت، مثل ایراد بلا تشبیه یا با تشبیه، تا ایراد خامنه‌ای به خمینی، صوفیان شوریدند بر علیه غزالی، بر علیه غزالی صوفی که نه آقا تو چرا فرق قائلید بین نازل شدن ملائک فرشته ها بر پیامبر و اولیا. همه اینها رو ذکر کردیم.